بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم که در هر کجای این قربت گردنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران تر خوب و خوش و سلامت و سرحال باشید. ولی هیست که این امید آرزو تنها شامل آن دسته از هموطنانی نمیشود که همزیستی با کژدم غربت یا بعید را به همنشینی با حضرات ترجیح داده و در چهار گوشه جهان آواره شدند، بلکه شامل آن گروه وسیع از همسرنوشتان نیز میشود که در وطن خویش غریبند. برای شما بزرگواران، امروز چهارشنبه پنجم دوران مکیف از برجام الحرام سنه 2019 ترسانی برابر با 1398 خرداد مالی و 1638 آخوندی به 181مین برنامه طعم تخت پنج از تلویزیون میهن به اهتمام سعید بهبانی توجه میکنید. این برنامه در قلمرو طرز سیاسی و اجتماعی است و محتوای آن نیز برگرفته از طرز نوشتههای هفتگی حمزه رحیمی است که به مکتوبات یا مکتوبات پدری هم اندکی معروف است و تلخی طعم پنج در این برنامه به لحاظ فجاعی اتفاقیه در وطن سابق است و این بنده تغییر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی ادبی در رکاب شما ناظرینان شمشیر می‌زند. به بزرگوارانی که با ما یا با این برنامه اون سوال فکر دارن می‌دونن که ما معمولا برنامه را آغاز بکنیم با یه قطع شعر از سراینده که امیدوارم در حوزه مدرن هست و بعد می‌رویم یه قطع فارسی باز هم از نویسنده و سراینده ملاحظه خواهید فرمود و بعد میرویم به دوستارهای دیگر. اجازه فرمود که به اتفاق سری بزنیم به قسمت شعر و تصویر شماره یک که ملاحظه میکنید این روایت نمایی است از آثاری که یا کتابهایی که از حمیزه رحیمی یا پدری منتشر شده و این یک نمایی از اون هست و اگر خواستید از نزدیک ملاحظه بفرمایید تشویق به سایت نویسنده hazl.com که بلوک های بهبانی معمولا صفحه هست، در اونجا بخش انتشارات رو سریع بزنید. بعد شعری که برای شما انتخاب کردم از کتاب یک تکه از زمان هست. این چون کلیات آثار هست، این در واقع خلاصه از 11 تا کتاب، این است که بعد معمولا به این رجوع میکنم که مجبور نباشم اصل تنبلیست کاهلیست مجبور نباشم 11 کتاب رو بنده برق بزنم. بله، این که اسمش هست چشم براه، اندکی هم طنز تاشنی دارد و طنز پوشیده است. میگوید که میدانم که این همه امید را از تو گرفتن نهایت بیرحمی است، اما عزیز در راهی باز کردن وقتی که هیچ کس در نمیزند نیست کار به غایت بی ربطی است. و این چشم براه بود از کتاب یک تکه از زمان، چاپ دوم، چاپ نخست شوربختانه یا خوشبختانه دیگر در دسترس نیست. و همطور که عرض کردن اگر که خواستید در نزدیک ملاحظه فرمایید این کتاب ها رو بشورید به hazl.com بخش انتشارات. و اگر خدای نخواست زبان هم دار خدای انشالله اون روزو نیاره خیلی خواستی تریه بفرمایی، اینجا هم به قول عوام آپشن برای این قضیه هست و حتی ما به توصیه برخی از دوستان اصرار داشتن که ما گزینه یا به قول عوام آپشن دونیشن هم بذاریم گذاشتیم، گرچه میدانیم که کرمداران آدم را درم نیست، کرمداران آدم را کرم نیست. سلامتی هنوز از ناحیه دست راست در گرفتاری هستم، من ببخشید اگر خلالی در برنامه بود و در عرایز من بود. خوبیزه کمید که بینیم دوستان خط فارسی هم ببینیم که از زیباترین خطوط جهان است، نه برای اینکه من به 25-30 سال اونجا عمر باطل کردم، ولی به روی از هم زبان فارسی و هم خط فارسی از زیباترین های ارتباطی در جهان هست. باری داری ملازم کنید تصویر شماره دو و این یک شعریست از بینش کشمیری. این کشمیری ها زیادن، از قنی کشمیری مثلا بینش کشمیری
و یه تعداد از اینها. بعد این بخش میانی تابلو رو به مناظر تعمیر قلم مستعدی پرز و این شعر بسیار بسیار زیبا. خب بیرش کشمیری هم از شاعران پارسی بوی هند است، قرن 11 هم بله، و دیوانی هم دارد و مشتمل بر قصاید و غزلیات و شش مثنوی است. هشت از این مثنوی رو به در واقع تقلید از نظامی بزرگ خمسه نامید از بزرگوار. خب ببینید چقدر زیباست این شعر، بگوید که نمک فتنه بهار چمن ناز توی، نمک فتنه بهار چمن ناز توی، سیل بدنام بود خانه برانداز توی، از نمای تو به هر لب شرر زمزمه ایست، گرم هنگامه مکن شعله آواز توی. این ترکیبات که شاعران سبک هندی به کار میبرن شگفت انگیزه. ما مناظر کنم شعله آواز به تصویر زیبایی و روی این بینش کشمیری بود که من حیرت میکنم که این آقای پروفسور ادوارد براون در اون کتاب معروف خودش تاریخ ادبیات جلد چهارم اون نام برده اما از بینش کشمیری نام نبرده و فقط گفته که این چهارم این سطح این دوتا مهم هستن، یکی امیر خسرو دهلوی است که همینطوره و دیگری غنی کشمیری از بینش بزرگوار یادی نکرده. بسیار خوب دوستان، بخش چیستان رو پیش رو داریم و این چیستان آقای بدوی ما به قول عوام ترابل میکر هر هفته ما رو با یک پرسش مصور درگیر میکند و هفته گذشته عرض کنم که دسته شماره سه هست من یادم نره دو موقع عرض کرده باشم سایی میگه آقا این بازو مجسمه آزادی حلبگاه بابا بازه. حالا من نگام تا شب میکردم ایمیلی هم رسیده بود از دوستان اونم حالا زمین میکنم سایی جان مرسی. بله گریبان ما رو میگیرد که شما در این مورد چه فکر بودید. هفته گذشته همین است که سعید معتقده که این مجسمه آزادی حلبی آباده و پرسیدیم که داستان چیست. پاسخهایی که دوستان محرمت کردن بین این پاسخها دو تا کاملا درست بود، یکیش تقریبا درست بود و دومی کاملا درست بود و داستان از این قرار بود است که یعنی کامل مطلب این است که این کار یک هنرمند سوری است که عرض کنم که با بقایای ویرانه خانه‌اش. این دوستان پاسخی که دادن میکائیل عزیز عیناً پاسخ داده اما اشاره نکرده که به چرا متریال این مجسمه از چیست، از کجا آمده است. اینا دوست دیگه اون هم تقریبا همینطور بود اما تکمیل ماجرا این است که این هنرمند اهل سوریه است و با بقایای ویرانه خانه خودش این مجسمه آزادی رو ساخته و در کنارش هم نوشته که این آزادی است که شما غربی ها برای ما به ارمغان آوردید. به هر حال هنرمند است و روحیه حساس و لطیف و کار زیبایی هم انجام داده است. پروفسور ما چون همچنان در این جستار هستیم هفته آینده رو با هم نگاه بکنیم. یه تصویر شماره چهار هست و من خواستم که چون معمولا من در این آفیس های دکتر فدری بینندگان و شنوندگان محترم ضد احرام رو بنده نمایندگی میکنم. میگه اگه سوال به نظرم سخت باشه میپرسم راهنمای چیزی در مورد این تصویر شما چهار هم همین کار کردم ولی چون خواستم که کمک راهنمایی شد کمک که لازم داره خیلی واضح این یه درخته حالا شما زحمت کشیدید خودمون میدونیم درخته به هر حال ایشون بیشتر از این نگفت. علی حال باید دیگه کلید این درخت پاییزه. خیلی خوب حالا این آقای دکتر فدایی اینم نگفته که حالا سعید راهنمایی بیشتر کرده میگه این چیز پاییزه. به هر حال یک هفته فرصت هست و دوستانم تأملی بفرمایند و اگر عرض کنم که هفته آینده عمری بود و برنامه‌ای بنده سر را به قول عوام استقبال میکنم و از آفیس آقای فدایی پاسخ درست را میگیرم میارم خدمت شما و اگر شما هم چیزی محرمت کرده بودید پیوست میکنم با تشکر از امیر و
میخائیل گرامی پاسخ درست مرحمت کرده بودند. با دوستان بخش بازرگانی رو داریم با هم نگاه میکنیم. شما بیننده گرامی برنامه تن و تخت فرز از تلویزیون میهن هستید و در بخش بازرگانی خب آقای پدری ما که اهل معنا بوده است، اینها یه رفعه نمیدونم به قول حضرات متحول شده و گفته آقا ما باید ما رو هم از این نمر کلاهیست و ما هم باید بیزینسمند بشویم و هر روی. اما در باب چرایی این قضیه گرفتاریست طولانیست ماجرا که وقت گیره. این هست که دوباره بنده به شما آدرس میدم، تشبه به سایت نویسنده health.com و در اونجا بخش انتشارات دوباره کتاب ملاحظه خواهید فرمود با یک جلد بسیار زیبا کار بیژن اسدی پور نازنین دوست گرامی فلریست. این اسمش از تذکرت الاشقیا و دو جلد هست. در جلد نخست شما یک مقاله رو یک طنز نوشته رو میبینید به اسم فلری و مدیریت جدید یا فلری under new management قول عوام. در اونجا آمده است که ماجرا از چه قرار بوده است و هر روی به نظر میرسد که آقای فلری ما هم میخواد یک سرسامانی به وضع پریشان مالی بدهند. آقای بهبانی هم همین تلاش داره هر هفته میکنه با دوستان، ولی بعد نمیدونم میزان توفیق چه بوده است. بعد یادم رفت که این دوست عزیز میخائیل گرامی سفارش بنده و تلویزیون رو هم کرده بود. این بنده یادم رفت ایشون مرحوم فرموده در پاسخی که محرمت کرده بود مرحوم فرموده در خاتمه، من این عبارت ایشون رو دارم میکنم و انشای ایشون در خاتمه از بینندگان و شنوندگانی که میهن تیوی را رصد میکنند کمک مالی را فراموش نکنند، به خصوص اسپانسر برنامه طعم طرق طنز موفق باشید. این به هر سفارش من آقای بهبانی رو به شما و سایر همکاران رو به شما کردن، حالا انشاءالله که مؤثر واقع بشود. بسیار خوب. خب عرضه بدارم که بخش بازرگانی هستیم و بسیار بعد از این قهوه کور مهمان شما باشم بی ترسول از و از من که فراموش نکنم بعد استفاسی داشته باشم از دوستانی که در تهیه و تنظیم برخی از بکنم تصاویر و گزارش ها کمک میکنن، من به سپاسی گفته باشم و از اون میگن کامیلا، الهام، شبنم، فروغ، یاشار، مایک، مجیخان، میکائیل، مجید و آرزا یغلاقی، یار دیر و دور. بله خب چند تا آگهی رو با هم دیگه دوستان ببینیم چون در بخش بازرگانی هستیم. مثل سایر جاها از کنم که طعم تحقیقت هیچ مسئولیتی در مورد صحت و سقم محتوای آگهی ها ندارد و مسئولیت اون به گردن تبرخورده آگهی دهنده است. بله اینم نحوه تعامل ما با مشتری از یا با قول عوام با کاستومر هست. باری نصفی شما پنج رو ملاحظه بفرمایید که شگفت‌انگیزه. بنده نمیدونم آیا این ملت رو که چرف کنم باید بگیم امت احتمالا آیا تغییر ظاهره داده است، تغییر عقیده و تغییر آینده و تغییر تاریخ و همه چی داده است به حمدالله و المنه، اما تغییر ظاهره هم دادن این بزرگواران. شما نگاه بکنید آخه طعم خاطره میدهد انبرسا، حالا چگونه تهیه شده است؟ نوشته تهیه شده از سنگین الاغ ماده، تغذیه شده با علوفه بهاری. سعید گوش بدی اصلا شگفت انگیزه. بعد بله این چگونه میتواند خاطر انگیز باشد؟ طعم خاطره میدهد بشکل الاغ ماده و اینا تغذیه شده، یعنی اون الاغ گرامی با علوفه بهاری تغذیه شده است. این همینی که اینا بهش میگن اینجا بهش میگن ارگانیک. بله ارگانیک. بهرو نوش جان من بنده که هیچ علاقه ندارم به این نوشابه. دیگر از همون جنس و جنم در تصویر بعدی است. شما رو شش ملاحظه کنید انبرنسا باز دوباره اینم همونطور طلای سبز تشکل پرخاصیت
تهیه شده از غذای حذف شده الاغ ماده می باشد. آنتیبیوتیک بی نظیر جهت درمان سینوزیت های مزمن، سردرد، دوستان توجه بفرمایید، سرماخوردگی، بیماری های تنفسی از قبیل برونشیت، زخم های سوختگی و بسیار کار انجام میده این عرض بکنم این محصول بسیار کار انجام میده، طهارت هم میگیره لاحول و تلفن و اینام هست اگه دوستان علاقه داشتن. دیگه تصویر بعدی شماره 7 روشن شد که این تکبیری که برادران میگن چی هست. تصویر 7 رو مراجعه بدم، تکبیر سمت چپ هست و جفت بیرتم سمت راست مراجعه میکنم تکبیر و جفت بیر. بنابراین این 40 ساله که برادران مؤمنین و مؤمنات حسن الله هم سالهم هی تکبیر گفتن احتمالا از این نوع بوده. بعد حالا بنده نمیدونم این آوازو چه کیفیت پیدا کرده است که آگهی ها ممنوع از آبجو شده. و شماره 8 رو هم نگاه بکنید که استخ درست کردن با آبجو، بزرگواری که علاقه داشته اصحار رضایت هم کرده اون بالا نوشته که بالاخره این استخ من از دارم که ستاب شد یا نصب شد. لازم می‌فرمایید این دیگه آبجو لازم نیست به سخت ببره، یه مقدار فقط خیارشور و زیتون و حرفا با خودش ببره. خب یه آگهی عجیب و غریبی هم در شماره 9 داریم که این بزرگوار نمی‌دونم چجوری فکر کرده. به هر حال سرپرستی خانم مطلقه با فرزند دختر دبیرستانی یا دانشجو پذیرفته می شود. پس این هم شده یه شغلی مثل کلیه فروشی و عرض بکنم چه دماغ فروشی و دهن فروشی حرفا. این سرپرستی خانم های مطلقه با فرزندم پس بنابراین یک اشتغال جدید هست و از محصولات برادران در جامعه شکوهمند اسلامی. لازم می‌فهمید اینا همش به علاوه در حوزه اشتغال هست و این انتقادی که دوستان می‌کنند به برادران که اینها سنگ رو سنگ نذاشتن و هیچ اقدامی در حوزه اشتغال انجام ندادن، این عادت درست نیست. ایبیمه جمعه بگفتی ضررش نیست بگو، نمی‌شود لازم که اینا یک کار خوبی رو انجام میدن چون شما اینا متنفرید حاضر نیستید نام برید. بله اینجوری نیستن یا پدری هم با اینکه میدونم اینجوری نیست و ما به هر حال کار خوبی اینا رو میگید. یکی از کار خوبی که کردن که شما توجه نمی فرمایید این است که در جامعه شکمند اسلامی یک شرکت بسیار عظیمی درست کردن که در تمام کشور از کنم شعبه دارد، شرکت پخش لوازم یدکی بدن. مناظر این در سالهای پیش از انقلاب شکمند نبود. این یک سازمان بسیار عریض و طویل و وسیعی هست و شرکت پخش لوازم یدکی بدن و محصولات این آن است که خداوند عز و جل از هر عضوی که 2 عدد مرحمت فرموده است برادران اجازه دادن که ملت برن بفروشن و گفتن هیچ اشکالی نداره که از هر آنچه که حضرت باری تعالی مرحمت کرده است یکیش رو مردم بفروشن و زندگیشون رو بهتر بکنن. یکی از مسئولین جسارت روم به دیوار فرموده بود. باری خب یه آگهی شرم‌آور هم ببینیم دوستان، بعد هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکه بگم شرم‌آور، یعنی صفتی که قائل میشم برای این آگهی شرم‌آور است. در تصویر شماره 10 ملاحظه فرمایید، بعد نمی‌دونم که این آدمی که اسمش بیزنسمن است یا کاسب یا هر واژه دیگری ایشون چجوری اصلا روش شده این حرکت رو بکنه. ملاحظه می‌فرمایید آبی های گوناگون به شیشه چسبانده است بزرگوار و یکی از اونا که عرض میکنم شرم آوره ورود افراد بهایی ممنوع. ملاحظه میفرمایید این نشون میده که مملکت امام زمان است، یعنی بی صاحب است. چون خود حضرت که 13-14 قرنه که چون غایبه
دانش. خب ملکش هم بی صاحبه دیگه، وقتی ملک بی صاحب شده این اتفاقات میفته. اون از نفهمه و به شهروندان غیر خودی نهانت میشه برد. برای این ها حساباش رو یه زمانی باید پس بدن دوستان. دیگر این که خبری داریم از دفتر وجوهات مقام معظم رهبری. دفتر وجوهات یعنی همون کاسه گدایی است که دوستان به عادت دارن. خواستم فقط که بخوانم از رو برای شما تحصیلم تصور بفهمید که این محصول کارگاه تنظیم ماست. نخیر واقعا بفهمید خود جنسه. تصویر شما 11 رو ملاحظه بفرمایید که یک سال نماز قضا این برادران از مهمونی ما از کنم که آب کور هم کره میگیرن. ملاحظه میدونم یعنی هر طرف شبت پشت سود اسلام هست. یک سال نماز قضا 18 میلیون، یک ماه روزه قضا فرض بکنم که 12 میلیون، کفاره یک روز قضای روزه عمد که در پرانتز مردم فرمودن اطعام 60 فقیر. این هم خود مردم باید بکنم، این فقرا هیچ ربطی به حکومت و به این حضرات و اینا ندارن، اینا فقط تلکه میکنن مردم. و همطور ادامه داره ملاحظه میفرمایید خط خانه هست و دارید ملاحظه میفرمایید. و دو فقره آخر هم یک دوره ختم قرآن 3 میلیون از بکنم که هر مورد قربانی 20 میلیون. ملاحظه میفرمایید که میگفتن پول عرف خرسه، حقیقتا درست فرمودن. و اما چند تا آگهی هست که در هم ادغام شده دوستان در تصویر شما 11 که این روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه جمهوری اسلامی اسم روزنامه هست چون مده به اون حکومت چطور باپلنگ نمیگن جمهوری، جمهوری تعریف داره. باری چون خلاصه گله کرده این روزنامه جمهوری اسلامی از سال 1358 این روزنامه عرض بکنم که شرف انتشار یافت. بله حالا ملازمت هم تصویر شما 12 و گله کردن برادرها که در شماره عرض بکنم که روز یک شنبه 12 خرداد یعنی همه اخیراً ضمن انتشار تصاویری در مقاله‌ای نوشته این روزنامه که در برخی از پوسترهای تبلیغاتی از پیام‌های دو پهلو یا چند پهلو، منظور همه ایهام است احتمالاً، یادآور شوخی‌های جنسی استفاده شده است. و یکی دیگر از مقامات مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد هست، چون الان فرموده است که این عکس ها جعلی نیست، یعنی برها کار ضد انقلاب نیست، جعلی نیست، اما تصاویر منتشر شده دستکاری شده است. خب حالا دستکاری شما نگاه بکنید، همین دوستان سمت شب از سمت شب شروع بفهمید که بیا بده و برو. خب یه چیزایی رو اضافه کردن یا قراره که اضافه بشود، مثلا بیا مدارک تو بده و برو خارج. این یه دونه از این آگهی هاست. فکر آبت باش، این هم آگهی دومه. شما تلفن اینا میخندی باید بخورش، این همه آگهی های بوده که نصب شده بوده. دارید ملاحظه میفرمایید و مقامات هم فرمودن که اینا جعلی نیست اما انگولک شدن. خلاصه خب دوستان یه سنم به اقتصاد بزنیم ببینیم که چگونه از داستان. باید تصویر شماره 13 به ملاحظه بفرمایید که این ارزش پول ملیه دیگه. این داستان سطح آشغال به فدوی به هنگام تزنوشتهاش انجام داده و نیز خواهد نمشت در آینده نیز، برای اینکه این رشته سر دراز داره و سرکار مردم هم به ملاحظه بفرمایید با سطح آشغال است. چیزی که هرگز در مخیله هیچ کس عرض کنم که خطور نمی کرد یه روزی چنین بشود. کنبه ها کرد بلی دستی دوران ما را. به مرازه می فهمید این ارزش پول ملی. و در تصویر بعدی، تصویر 14 که تماشایی است واقعا دوستان،
کپی کپی این پول، این اسکناس برادران، کپیش از خودش ارزشش بیشتر بود. بخواه یک کپی بگیری برای قشنگی یا هرچی، از من گرانتر از خود این به اصطلاح پول هست. حالا من نمیدونم اینا، چون برادران بزرگوار ما اینا با ملت یا ملی و مشتقات اون هیچ کاری ندارن، هیچ ارادت و آشنایی و تعهدی ندارن. بعد نمیدونم چگونه بشود که گاه استفاده میکنن یا سوء استفاده بینه میکنن از این واژه‌ای که قبول ندارن، مثلا پول ملی یا عرض بکنم رسانه ملی. خب بالاخره شما یا ملی و ملت رو قبول دارین یا ندارین دیگه. کوسه و ریشفر که نمیشود بزرگوار من. خب دوستان، این ماجرای ماه سهمگین رمضان واقعا هم به لحاظ طول و هم به لحاظ عرض، به لحاظ طول که 30 روز است، نفسگیر است واقعا. حالا اگر چوب و چماقی در کار نبود شاید به گونه ای میگذشت، اما اینکه شما جرأت نکنی از بکنم یه قطعه آب بنوشی در یه گوشه ای و اگر دیده بشه از بکنم که مورد حق و حرمت گزمگان قرار میگیری، این داستان دیگری است. بر روی تصویر شماره 15 گزارش میکنم که ماه رویت شد، خدا رو شکر ماه رویت شده و اون مأمور از بکنم که در همه جا رصد میکنم ببینم که کی این از بکنم این ماه معروف دیده میشود و اینها، اون خواهر معجبه این رو انجام بده و ماه رو رؤیت فرموده است. بنابراین ما دیگه از حالا به بعد تصویری مثل تصویر شماره 16 رو، تصویر بعدی رو دیگه تجربه قرار نکنیم تا ماه رمضان آینده که دوباره ببینیم چه کافی با تو سرمون بریزیم. بعد ملازم تصویر شماره 16 این بانوی گرامی به یه جای مشغول کاره، حالا به هر علتی تشنه است یا میخواد دارو بخوره یا هر چی، این چه روزگاری است، این چه کرامت انسانی است که شما فراهم کردید. برای این در این حالی طنز تصویری هم هست از منظر فدایی، البته در مورد طنز تصویری در برنامه پیشین گفتگو کرده فدایی و نیاز به تکرار نیست که از منظر او طنز تصویری یعنی چی. برای یک نمونه است که دارید ملاحظه کنید و اون یک بیت از شعر معروف قاآنی قرن 11 اصلا هم که میگوید که عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر این آمد و صد شکر آن رفت. ملاحظه میفهمید این قصیده بسیار طولانی است و در متن محمد شاه قاجار این آقای قاآنی نوشته است. اینها خیلی زیباست، ابیات بسیار درخشانی دارد که یکیش هم روز که عرض کردم، عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت. این با طرب و خرمی و فرخی آمد، وان با کرم و مهنت و رنج و مرضان رفت. عرض کنم مؤمنین و مؤمنات کسر الله امثالهم، البته این بیت رو دوست نمیدارن. حاجی فرمودید در اصل اثر میگوید صد شکر این آمد و صد شکر آن رفت. خب مؤمنین ما دوست ندارن، گفتن صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت، یعنی حیف شد که ما رمضان رفت. داشت مثلا یه 60-70 روز دیگه هم ادامه پیدا میگرد که دیگه همه تلف بشن. در حال این ادیت رو مؤمنین در این شعر انجام دادن. خب دوستان نگاهی بفرمید به یک باب کاریکاتور در شماره 18 لازم بفرمایید که نام از این رهبری ایشون دارن سخنرانی می‌فرمایند و فرض می‌کنم که ژورنالیست‌ها و روزنامه‌نگاران اینا هم در معیت هستن، باید مراجعه می‌فرمایند. اما چگونه در معیت هستن این دیگه هنر این کارتونیست گرامی بوده است که دارید ملاحظه می‌فرمایید. خب ما هر بار که این الله و عبدالله رو یا به علت تراکم تصاویر یا اینکه فرصت نمیشه که بعد حذفش می‌کنیم، دوستان گله می‌کنن که آقا این الله و عبدالله چی شد؟
یعنی به نظر میاد که دوستان دوست میدارن که این هر هفته باشه. به هر حال ما تلاش خودمون رو میکنیم. تصویر شما 18 علامه عبدالله رو خب داستانش هم میدونه دیگه که قسمت فوقانی متعلق به الله هست در تصویر شما 18 و قسمت تحتانی متعلق به عبدالله. بله این شده اسم این سریال الله و عبدالله. باید مرازم میتنمید بند آب کر لازم دارم. بسیار بسیار خوب. خب دوستان یک بخشی رو چند هفته است که باز کردیم در این برنامه به اسم بامزه های مجازستان، چون بعضی واژگان تغییر عرض بکنم کاربری میدن به قول برادران و معنی و مفهومشون عوض میشه. مثلا فرض بکنم که مثال عرض بکنم لس آنجلس مثلا فرض بکنم که خب اسم مکانه دیگه، درسته؟ بعد در این تغییر کاربردی میدهد یا کاربری میدهد و میشود صفت. مثلا میگن که خواننده لس آنجلسی، عرض بکنم ترانه لس آنجلسی یا هر چی. پس اونی که اسم بود حالا بره میشه صفت. در مورد مجازستان همینطوره، یا خود خارج از کشور این به قدر استعمال شده و میشود به افاده اسم مکان میکند، یعنی میشود که کشور خارج از کشور. ملازم میفهمید در تمام گزارش ها شما ملازم میفهمید که مثلا در خارج از کشور چنین است و اینها. بروی مجازستان هم دیگه حالت اسم مکان پیدا کرده، مثل کودکستان مثلا. بروی این بامزه های مجازستان شوخ و شنگی های که هموطنان و دوستان در فضای مجازی خلق میفرمایند و طبیعتاً بامزه هست و از طنز هم برخوردار. به این داستان شوخ میدونید که خمیرمایه طنز یا مرکز طنز شوخ طبعی و بذله‌گویی است. عرض بکنم که اساس طنز هست در فرنگستان همینطور بوده. به نظرم مولیر بود اگر اشتباه نکنم، تردید از بنده است. میخواستن دوستان بگن استاد چرا تشریف نمیارید به اوپرا؟ ایشون فرمود که خب آقا اگه بیام خوابم میبره. گفتم اما مسئله نیست. خب یعنی چی آقا مسئله نیست؟ خب خورخور میکنم بقیه بیدار میشن. خلاصه این در واقع این شوخ طبعی و بذله‌گویی از اساس کارهای طنز هست. و خب ببینیم که دوستان که طنازی هایی فرمودن در مجازستان، یکی اینه مناظر فهمید که دوستی مقبول داشته است که خدا کنه اونایی که با کشته شدن امام جمعه کازرون در جهان که هستی، خدا کنه اونایی که با کشته شدن امام جمعه کازرون خوشحال شدن سر امام جمعه خودشون بیاد تا بفهمن امام جمعه در دست دادن یعنی چی. این یه عرض میکنم که نازنینی از ایران این عکس رو مرحمت کرده، تصویر شماره 19 و در واقع یک طنز تف ساخته است. این بانو از کنم که اسمی شنافه محفوظ هست اینجا. ایشون این عکس 19 رو که برای ما فرستاده که خب مشخص هست دیگه، این ماجرای هولوکاست هست که برادران تو کتکولشون نمیره به هر علتی. باری بانو نوشته است که با توجه به این تصویر نوشته است که همین الان هم در ایران اوضاع همین طوریه. ما فقط هنوز لباس تنمونه. ملازم کنیم این طنز طنز تلخه دیگه. بعضی از دوستان این چیزه که پست میکنیم یه جاهایی مثلا مثل فیسبوک، خب اندکی درد وقتی ملازم کنم در یک طنزی یاد میکنم که اون طنز نیست. نه برادر، نه خواهر بزرگوار گرامی، طنز به معنای خندیدن و خنداندن نیست. فقط داستان مفصل است که در برنامه آغازین قدری گفتگوی مبسوطی در این مورد داشته است. این است که بله طنز تلخ هم داریم، طنز سیاه هم داریم و هجو و مطایب و فکاها و حرفا داریم. بروی بانو از ایران نوشته است که همه ایران ما اینجوری از این فقط لباس ترمونه. یک کنایه تلخی است به پس کنم که فقر و گرسنگی که
دستاورد انقلاب شکوهمند اسلام است. بله، عرض کنم استاد به خدا نقش شده است که مری در حرم امامزاده ای اختیار ادرارش را از کف داد و در صحن او شاشی ببخشید این تکست هست بنده دارم میکنم. مردم خشمگین شدند، به سمت او هجوم برده و خواستند او را بکشند. مرد که هوش و فراستی داشت فریاد زد که ایها الناس، من شاشمند بودم و امام مرا شفا داد. یک بار مردم شاش او را به عنوان تبرک به سر صورت خود مالیدند و باور بفهمید این اتفاقات میفته و افتاده و میفته. ملاحظه میفهمید. بله. دوستان شما همچنان بیننده گرامی برنامه هفتگی تن و تلخ تن از تلویزیون میهن هستید و بخش پیش درآمد. در این بخش پیش درآمد ما معمولا اشاره میکنیم به خبرهایی که زمان زیادی از انتشارشون نگذشته و اساس رو برای میگذاریم که بینندگان محترم به انقلاب از طریق رسانه‌هایی که منحصرا کار خبر میفرمایند به طور مبسوط و مشروع در جریان هستن. ما فقط یک تلنگری اشاره میکنیم. از کنم خبر بعد البته داشتیم احتمالا دوستان در جریان هستن که از کنم یک نویسنده مترجم سرشناس و گرانقدر آقای کلانتریان که آدم بلش نمیخواد بگذن بیاد، ایشون هم حقوقدان بود و هم مترجم، آثار بسیاری رو به جامعه از کنم که اهل فرهنگ و اهل کتاب ایران ایشون عزیز داشته است و خبرها چنین آمده بود که ایشون از طبقات بالا در منزل خودش به بیرون پرتاب کرده که البته خبری بعدن من دیدم که پسر ایشون ادعای گفته است که ادعای خودکشی پدرم کذب است، اما توضیح دیگری نیست جز اینکه اشاره شده است که پدر من 87 سال داشت و با توجه به کهولت و بیماری که داشت حرکت برای سخت بود. این فرزند گرامی ایشون گفته است به هر حال یادش گرامی و حیف. خب دوستان در همین بخش پیش درآمد اشاره بکنیم که برادر ترامپ در جهان هستی تشریف بردن پیش سیستر الیزابت تصویر شماره 20 در اینجا که علت این تصویر اندکی معروف شده است این است که نحوه دست دادن ملاحظه فرمودید این برای کوین است دیگه، ملکه است و معمولا مثل این جوانکای واتساپ و حرفا دست نمیدن باش، ولی این برادر ترامپ ببینید چجوری دست داره میده با سیستر الیزابت و این کازینویی نمیدونم چجوریه، به هر حال غیر عادی است اینو دست دادن در عوالم دیپلماتیک. و تصویر شماره 20 بود یه ملاحظه فرمید و یه حرکت تأمل برانگیز هم سیستر الیزابت کرده. اگه گفتین چیکار کرده سیستر الیزابت، از کنم بنده از رسانه یا مجله دهیل نقل میکنم برای شما روز سوم جوان و گفته است که این سیستر الیزابت یک نسخه از چاپ از کنم خاطرات هیتلر ببخشید خاطرات چرچیل، اشتباه از من بود، خاطرات چرچیل روشون کادو داده به برادر ترامپ. خیلی حرکت هوشمندانه است، یعنی تأمل برانگیز است. یا بود خواسته است بگوید که این کتاب رو بخوان به عنوان تکلیف شرعی که یاد بگیرید که چگونه از کنم که تعامل دیپلماتیک باید بکنیم. به هر روی اسماد بنده بود، شاید منظور دیگری داشته است این سیستر. خود دوستان در جمع هستید که ما الان یه لینک داریم که من خواستم از آقای بهوانی تقاضا بکنم که من توضیح کوتاه خدمتتون بدم و برای شما سرلوت بکنم این لینک رو برای شما بذارم و داستان از این قرار است که میدانید که سالگرد رحلت جانگوز حضرت امام لعنت الله علیه بود و این بنده عرض کردم جانگوز اختراع بنده نیست. این سند مصور منگوله‌دارش رو نگاه بکنید، این
این کار اهالی تهرانی براتون لطف میکنن پخش میکنن. به پایان رسیده 20339 همچنان پل ارتباطی ما با شما هست. فقط عرض میکنم که هفته آینده که مصادف است با شهادت بانوی اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه، ما خدمت شما حاضر نمیشیم. دو هفته ما با گلبرگ خدمت نخواهیم بود. انشالله پس از اون خدمت خواهیم رسید و عرض ادب خواهیم کرد خدمت شما با گلبرگ دیگر. خب خیلی تشکر میکنم آقای الهوانی. اینو خواستم به بینندگان محترم زندگی را عرض بکنیم که این محصول کارگاه تنظیم نبوده و علت این که این جوان که بنده نمیدونم، این گوینده جوان که بنده نمیدونم اصلا زنده هست یا نه الان، ایشون در واقع این جانگوز میخواسته است بگوید جانگوداز و جانسوز، در واقع مخرج مشترک گرفته است، میشه باید جانگوز. این دیگه وارد فرهنگ فقهی ما شده است و اینها، و هر سال این رحلت جانگوز اتفاق میفته و ملاحظه فرمودی بر روی داستان از این قرار است که این ماجرای سالگرد رحلت حضرت امام در پنج اسلام به مخفف لعنت الله علیه است، این هم تغییر کاربری داده شده، یعنی به جای که مردم بشینن عزاداری بکنن دو سر مغزه هم بکوبن و زنجیر بزنن و شیون بکنن، دوستی مرحوم باشه جانگوز در واقع. در رحلت جانسوز امام همگی در 14 خرداد روز سه‌شنبه با آرمان‌های حضرتش تجدید بیعت خواهیم کرد و با دلی شکسته و کولباری از عشق به اتفاق راهی شمال خواهیم شد، باشد که آب دریا مرهمی باشد بر جگر سوختم. مرازه فرمودید. خب یک عرض بکنم کلیپی هم داریم در این مورد تقاضا بکنم از آقای بهبانی لطف بکنن، یکی از برادران ما که عصبانی شده از نحوه تغییر کاربری رحلت جانگوز امام رو به شما نشان میده، این لینک رو اگر لطف کنید ببینید، آقای بهبانی محبت کنن سپاسگزار میشم. حضرت امام فرمود من 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم، نه تعطیلی عمومی. گویا بعضی از مسئولین امر هم سوراخ‌دوها رو گم کردن، به جای اینکه این دو روز عزیز و ارزشمند و 14 خرداد و 15 خرداد رو تو ذهن مردم تو یاد خاطره ملت زنده نگه دارن، میان دو روز تعطیل رسمی اعلام میکنن، از اون ور یک مشت هوسباز و هرزه تا این تعطیلی رسمی میشه از تهران سرازیر میشن، این منطقه رو به گند و کثافت میکشن، انگار که امام و شهدای و 15 خرداد تو دریای شمال غرق شدن. همینطوره. بله ممنون آقای بهبانی. بله دوستان همینطوره، امام و توابع در اونجا غرق شدن و الان این همه مردم اونجا چیکار دارن؟ شما نگاه کنید تمام اطراف اون منطقه بند آمده. تصویر شماره 21 رو ملاحظه بفرمایید، دو تا تصویر هست که ملاحظه می‌فرمایید که اصلا در واقع اتوبوس‌ها حرکتی نمیتونن بکنن به علت ترافیک سنگین و همه دارن میرن عزاداری در شمال کشور، و کار بسیار زیبایی هم داریم در تصویر شماره 22 که ملاحظه می‌فرمایید بسیار خوب تهیه شده از کارهای آقای اشکان هست، و دارید ملاحظه می‌فرمایید که در تصویر 22 که مقعد مطهر امام به مسجد لغزش تایپی بود، منظور مرقد بود، یه نوشته مرقد این تایپیست سر و هوای حضرات خان به دقیقه کار دست ما میده که آنجای پدری رو با شاخ و گاو مد زلال عالی دائم در میاندازد. بر روی مرقد مرقد حضرت امام از اینجا کوچیده است و آمده است به شمال. دارید ملازم تن در تصویر 22 و مزه و این حرف اونجا هست، اون بانوی محجب هم که ملازم میفرمایید، و این ویسکی هم هست جانی واکر شده است جانی فاکر. بسیار زیبا. بله خب دوستان، همچنان بیننده گرامی برنامه هفتگی تلویزیون ایران هستید، میهن هستید،
با برنامه طعم تخت طعم. خب این صندوق پستی بعد وقتی میام اونجا که قرار بیام خدمت شما در رکاب شما شمشیر بزنم، صندوق پستی رو باز میکنم ببینم آقای فدایی ما آیا برای ما چیزی فرستاده است یا نه. بله تزنمشتایی رو فرستاده است که من خدمت شما تا اونجا که فرصت بشود عرض میکنم. خب نخستین اون اسمش هست عشق مقوایی. عشق مقوایی، ببینیم که فدایی ما چی نمیشته. گفته است که فدایی نمیداند که خوانندگان و بینندگان محترم ضد انقلاب آیا ماجرای امام مقوایی را بیاد میآورند. اگر نه به این شرط تجدید کابوس بفرمایید. خب خبر این بود. تصویر این قسمت سه تصویر دارد. بله خدمت شما عرض میکنیم سه تصویر دارد. همونطور که بنده این تزمیشه را تقدیم شما میکنم آقای بهبانی هم لطف میکنن اینها رو عرض بکنن که به شما نشان میدهند. خب خبر چی بوده؟ خبر این بوده که اول این خبر متعلق بود که یادتون هست سال 90 بود، 12 بهمن 1390. هر سال خب خبر این بود که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 12 بهمن 1390 لحظه ورود آیت الله خمینی به فرودگاه مهرآباد را بازسازی کرد. عکس های این مراسم توسط اکثر خبرگزاری های ایران از جمله مهر، ایسنا، فارس و ایرنا منتشر شد. صدای آلمان در اون زمان اینو گزارش کرده بوده است. خب تصاویرم 23 هست، 24 و 25 ملاحظه فرمایید که این حضرت امام مقوایی دیگه، حضرت امام مقواش درست کردن. نمیدونم این حال اینا تا چه میزان بعد از این برادران بزرگواران. به هر حال مقوای امام از هواپیما پیاده میشود در تصویر 23. در تصویر 24 حرکت میفرمایند به سمت لابد خودروها و در تصویر 25 دیگه رسیدن. اون حضرت امام مقواری است که دارید مناظره فرمودید از سمت راست. این بقیه ولی مقوا نیستن، اینا مجسمه مجسمه بلاحت هستند. البته یک چنین حرکت سخیف بی ربط بی معنا پر از اینا را انجام میدن و اینا چرا متوجه نیستن که حالشون خوب نیست واقعا. خب ادامه تجلیشه فدایی. باری فدایی در همان زمان به برادران قویاً سفارش و بلکه توصیه کرد به منظور احتراز از سرقت این ایده ستارگ اون را به قول خارج پرستان کپی رایت فرمایند، که البته این پیشنهاد خدا پسندانه او شوربختانه در هیاهوی اون روزها گم شد و شد آنچه که نباید می شد. و اما فدایی اینک و در سالگشت زهرت جانگوز امام که توضیح شدیم چرا جانگوز، ملتفت شد که حق شدیداً با او بوده است و آن ایده ستور بی پرداخت حق و حقوق برادران قاچاقچی ما بیرحمانه سرقت شده است. و این هم سند مصور منگوله دارش. خب نگاه کنید اینجا سه تصویر داریم، دو تصویر داریم، من کم کردم تصاویر رو، دو تا تصویر داریم شماره 26 و 27 تا شما ملاحظه فرمایید. من از این قهوه کر مهمان شما باشم. و اما داستان چه بوده است؟ در این دو تصویری که ملاحظه فرمایید اون بزرگوار، اون برادر مقوایی است. ملاحظه فرمایید هم در تصویر 26 و هم در 27 این برادر مقوایی است. خب فدایی ادامه داده پیشنهاد کرده بوده که برادران در اون زمان که این امام مقوایی رو شما کپی رایت کنید، توجه نکردن، حالا سرقت شده این ایده. این خبر یک زن استرالیایی، بانوی استرالیایی برای تحقق روح جوانی عکس همسرش را با خود به سفر دور دنیا برد. این خانم اسمش میشل هست و اهل ملبورن استرالیا است و عرض بکنم که این مقوای شوهر رو درست کرده، شوربختانه در گذشته بوده است و گویا هم دیگه میبرده. بله میشل و پاول که اسم این همسر متوفا هست
25 سال با عشق با دیگر سال 2016 سه سال پیش در سن 61 سالگی از دنیا رفت و از فهم که از این که با آرزوشون برسن. حالا این خانم میشل در سن 34 سالگی از او گرفته شده بوده است در سایز یک انسان واقعی مثل امام مقوایی با خود به نقاط مختلف جهان میبرد. مراجعه فرمودید که ایده برادران رو این بانو ترغیب کرده برای اینکه اینا به حرف فدایی گوش نکردن. آقا اینا رو شما اون زمان فدایی گفته بود به اینا اینو کپی رایت بفرمایید این جواهر رو گوش نکردن. حالا یه اتفاق افتاد سر رسوده دادن تو نمشه بله به هر به از او کنم که نصانی فدایی توجه نفرمودن به قول آریجینا پافز یارب مباد کس را مخدوم لی عنایت با تصویری 26 و 27 رو هم ملاحظه فرمودید و ترجمه بعدی اسمش هست از حمام تا قبر. فدایی گاه در فهم برادران کم تا قسمتی دچار مشکل می شود چرا که هیچ چیک از حرکات و سکانات بزرگواران با حرکات ما حرکت ما قبلشان نمیخوانند. مثلا پیرامون تفکیک جنسیتی از شیرخوارگاه ها تا دانشگاه ها تکلیف معلوم است و فدایی تصور نمیکرد که در این پیوند مورد دیگری موجود باشد که با ملاحظه خبری که الان عرض میکنم ملتفت شد که حسب شیوه مرضیه دوباره گز نکرده پاره کرده است و قتل هم زنانه و مردانه دارد. حالا شما شنیده بودید بینندگان محترم ببینید حالا فقط مدرسه و دانشگاه و خیابون و اتاق خواب اینا زنان و مردانه نیست، قتل هم زنان و مردانه شده. حالا چرا؟ بله الان عرض میکنم با ملاحظه خبری که الان عرض میکنم مرتفع شد که دوباره اشتباه کرده و قتل هم زنان و مردانه داره. باری فدایی قاسم الجبارین را شدیداً گواه میگیرد و اگر نمیپذیرید روح پرفتوه حضرت امام لعنت الله علیه را هم علاوه و اگر باز هم باورتون نمی شود پروستات مقام معظم رهبری را نیز برای محکمکاری زمینه می کند که مطلبی که در پی می آید ساخته و پرداخته کارگاه طنز او نیست و خود جنس است. اصلا این هم سند مصور و منگوله دارش تصویر شما 28 دوباره یادم رفت که به هنگام عرض بکنم دستور شما 28 این برادر فرزند آیت الله مغروق یا مقتول محسن جان سعید تکمیل میکنه عرض بنده رو میگه این محسن جان بله اون آیت الله مقتول یا مغروق هاشمی رفسنجانی سعید گفت محسن که درست است. ایشون این هم به اصطلاح خبرنگارا هستن و ازشون پرسیدن که بله چون رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص قتل همسر دوم نجفی شهردار پیشین گفت این موضوع مردانه است و هر موقع که جمع خبرنگاران مردانه شد در این خصوص صحبت میکنند. این مهمل رو خبرگزار ایرنا منتشر فرموده است. نتیجه اخلاقی که قتل هم زنان و مردانه دارد، فقط حجاب نیست، فقط اتوبوس مترو اینا نیست که زنان و مردان هست، نخود بودگاه این حقا اینا نیست. خب دوستان از راه برمانی تواضع میکنم که این لوگوی اتاق شیشهی خبر طعم تلخ طنز رو که تصویر شماره 29 هست به سمع نظر شما برسانم. این بخش خبر عرض کنم که طعم تلخ طنز هست یا هزبان. خب این خبرها بنده عرض میکنم چند تاست؟ دو تا سه تا خبر هست. با گزارش خبرنگار پزشکی ما داستان چی بود است؟ این این خبر است. رئیس بیمارستان قلب تهران درباره چهار بیماری که از 25 اردیبهشت مورد عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و هنوز به هوش نیامده اند توضیحات بیان کرد. این خبر و از یک منبع دیگر چهار بیمار بیمارستان قلب تهران احتمالاً به دلیل خطای انسانی پس از عمل هنوز به هوش نیامده اند. این دو تا خبر
اصلی بود. حالا ادامه طرز نوشتی فردوی در این بخش خبر. خبرنگار ما در ادامه افزوده که با تحقیقات مبسوطی که پیرامون این مورد عجیب به عمل آورده ملتفت شده که توضیحات مذکور درست نیست و در پایان گزارش کرده است که با صرف چندین کیلو پول ملی به عنوان کارمزد سرانجام دریافته که هیچ گونه خطای انسانی صورت نگرفته و هر چهار بیمار شخصا حاضر نشدند به هوش بیایند، زیرا مطلقا قادر به تامین هزینه زندگی و غیر قابل تحمل در جامعه حکومت اسلامی نیستند. بنابراین میگن آقا خطای انسانی بوده و اینا به هوش نمودن، نه خیلی اینا حاضر نیستن به هوش بیان، نمیدونن چی با زندگی بکنن. این خبر نخست. خبر دوم، به گزارش رسانه های دارالخرافه برادر محمد علی نجفی وزیر و شهردار سابق حکومت که نمیداند چرا همسر دومش را به رگبار بسته در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در باب چرایی و انگیزه این قتل گفت که به موجب مقررات یاسای خمینی، توضیح بدم خدمتتون یاسای چنگیزی معروف است، اون قانون اساسی چنگیز خان مغول، و ما هم داریم دیگه، یعنی که حضرت امام رحمت الله علیه چیزی کم از چنگیز که نداشته. بله، به موجب مقررات یاسای چنگیزی، یاسای خمینی، وی به عنوان یکی از مقامات ردبارای داعش درون‌مرزی یعنی جمهوری اسلامی باید چند فقره قتل، انفجار، گروگانگیری و البته اختلاس‌های میلیاردی را به عنوان حسن سابقه در کارنامه داشته باشد که فقره نخست آن به عون الله انجام شده و بقیه موارد نیز ظل توجهات حضرت بقیت الله اعظم در پرانتز اج انجام خواهد شد. خبر دوم بود. و خبر سوم، عرض کنم که این خبر سوم تصویر هم دارد. خبر سوم تصویر دارد، تصویر شماره 30 هست. خب میگه برادر مشقاسم، برادر مشقاسم مقام معظم رهبری یعنی قاسم سلیمانی که از جبهه های حضرت آقا در عراق، سوریه و یمن و جاهای دیگر جان سالم به در برده بود، در بازگشت و همین نزدیکی ها شوربختانه با یک فقره تانک مشجر تصادم و به شدت مجروح و به بیمارستان حضرت بقیت الله الاعظم در پرانتز اج منتقل شد و تحت چندین عمل جراحی قرار گرفت. وی در ناحیه گردن، دنده ها و قفسه سینه شدیداً آسیب دیده و تا لحظه نگارش این سطور هنوز به هوش نیامده است. گفتنی است که مقام معظم رهبری دام تحریکات و نیز مراتب تأسف عمیق خود را از این حادثه ابراز و امت همیشه در صف رو مأمور کردند که برای سلامتی ایشان شدیداً دعا کنند. خب این تصویری که داره ملاحظه فرمایید صحنه تصادف است که برادر قاسم سلیمانی، مشقاسم سلیمانی با این از قرم هیولا تصادف کرده با این تانک و خلاصه خورد و خاکشی شده، در و داغون شده به قول معروف. بله، خب این خبر دیگه هم داریم، ببخشید دیگه عکس شما هم صرف نظر کردم برای اینکه در مورد همین این بوفاریز که دارید ملاحظه می‌فرمایید، این تانکی که دارید ملاحظه می‌فرمایید. این خبر آخر است، خبر شماره 4، با گزارش خبرگزاری‌ها، خبرگزاری خاک‌پرستا البته، بازیگران شط هرمز، منظور شطرنج سابقه، یک آس دیگر شدیداً به زمین زدن، یعنی کلب آستان رضا ریخ توی جوراب و محکم کوبید به دیوار و اینم سند منقوله دارش که یورو نیوز گزارش کرده. و راهکاری فرمانده نظامی که همون تانک بود که ملاحظه فرمودید، راهکاری فرمانده نظامی، ایرانی‌ها دلارهای خود را در خیابان آتش بزنند، ملاحظه فرمودید. و در ادامه خبر میمنت اثر، نام این تانک و بوفالو کل باستان رضا هست، غلام رضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل مردم به منظور حمله این سخن ایشان است، به منظور حمله تمام عیار به نقطه ضعف دشمن دلارهای خود را در خیابان آتش بکشن. خب چرا دلارهای شما رو با آتش نکشن، ما رو خودشون با آتش بکشن؟ این چه پیشنهاده از کنم ابلهانه است. و هر روی فردوی یک دو بیتی اینجا
عرض بکنم که صیغه نقیضه ساخته است، که در مورد نقیضه هم صحبت کردیم این روز که چی دو چیز به اجمال اختصار عرض بکنم که در نقیضه اون در واقع اون شعر یا نثر کاریکاتور اثر اصلی است، یعنی او رو بیاد میاره اما به لحاظ مفهوم از او تبعیت نمی کند و در حوزه ترس است. باری خب این مثل رو که دوستان امثال سایر هست یا زبان زد هست همش از نظر و مثل میگوید که هر دم از این باغ بری میرسد، با این آشنا هستید؟ حالا این نقیضه رو اینگونه ساخته از فدری، هر دم از این باغ بری میرسد، منظور این برادر سردار هست، هر دم از این باغ بری میرسد، خبره و صاحب نظری میرسد، آقل ما پر شده اما هنوز کربز و کرخری میرسد. این هم از این و اگه چقدر مفتر داریم هنوز. خب عرض بکنم که ترجمه بعدی اسمش هست اعتراض، بعد تصویری ندارد این اعتراض. دوست نازنین فدری اسماعیل جان خویی که عمرش دراز باد در یک دو بیتی بسیار زیبا میگوید با یک دل غمگین جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست در هیچ کجای عالم آزادی نیست. بسیار زیبا. و اما فدری در مرور خبرهای فرامرزی مرتفع شد که امروز 3 جوان یا 13 خرداد به عنوان روز جهانی دوچرخه تعیین شده است، از آنجا که بیش از نیمی از جمعیت ایران دربند زنان باشند، افزون بر بسیاری از حقوق و آزادی های طبیعی و غیر قابل سلب اخیراً از دوچرخه سواری نیز منع و محروم شده اند، فرزا فدوی به استناد شعری که از اسماعیل جان خویی خوان از ذکر خیرش رفت ضمن اعتراض از دست‌اندرکاران روز مذکور میخواهد که واژه جهانی را از روز جهانی دوچرخه حذف فرمایند. حجتان با گربه مرتضی علی. وقتی میفهمید که روز جهانی عرض بکنم دوچرخه، یعنی که در همه جهان، خوب ظاهرن ایران سابق سوا و جدا از جهان هست، برای این در مورد ما اون رو رفتان حض بفرمید. این هم از این. و بنده به یاد تصویر سیریه که انداخت این روز جهانی عرض بکنم که دوچرخه، این هم ما بانیست که ذکر شد کردیم پیش از این. و تا اهل ساز آوازی همین گناهت بس، و گناه ایشونی بود که در یک روستایی ایجاد شادی و نشاط کرده است و نشی زیبا خوانده است. بر روی این محرومیت از دوچرخه مدار یاد این انداخت که مناظر فرمودید و ازدارد که من فقط یک فیدیت بخوانم بقیه رو بماند برای بعد. خب اینی که دارم عرض میکنم خدمت شما تصویر شما 32 هست، این واپسین در واقع تصویر ما هست، من با اون از آقای بهبانی و از شما اجازه مرخصی میگم. خب عنوان تنظیمش هست نظریه جعفر و حمید خاتون. این خبر هست، یعنی باز دوباره باید قسم بخوریم که این کار ما نیست. نظریه جعفر و حمید خاتون. فدوی از تعارف کم می کند و بر مبلغ می افزاید، یعنی خود جنس را در پی می آورد. این خود جنسه، تصویرش هم به ملاحظه می کنیم. شماره 32 خبر رو عرض بکنم که صدای آلمان گزارش کرده. 20 تن این در مملکت یه قحطی هست، یادتون باشه، یعنی شما یه مقداری مختصری به اندازه واقعا غیر قابل ذکری از شما باید چندین هزار پرداخت بکنید اگه گیرتون بیاد، و معمولا غذا کیفیت بسیار بسیار بد هستن بر اساس گزارش ها. برای 20 تن آش نظری، عرض بکنم این موادی این آش از کجا میاد، چرا مردم دسترسی ندارن به ارزاق عمومی. بعد 20 تن آش نظری در امامزاده جعفر و حمید خاتون. حالا اینا کی هستن؟ این معنا فی بدن آخوند، بنده نمیدنم.
امامزاده جعفر و حمید خاتون تهران همزمان با روز 23 ماه رمضان از سوی هیئت امنای امامزاده جعفر و حمید خاتون مسجد جامع باغ فیض و بسیجیان پایگاه شهید علی ناطق نوری طبخ و توزیع شد. اینم یک عرض می‌کنم که سند منگوله دار است، دارید ملاحظه می‌فرمایید که از این تصویر فدری یک عرض می‌کنم که طنز تصویری ساخته است و یک دو بیت یک بیت هم ساخته است و زیر او نوشته است. ملاحظه می‌فرمایید که چنان قهر سالی شدن در وطن، باز دوباره این نقیزه است بر اون چنان قهر سالی شدن در دمشق، چنان قهر سالی شدن در وطن که ذلت بیفتاد در مرد و زن. این ذلت دیگه که شما یک ادهی قریبی تصمه از گرده یک ملتی بکشن و این ملت برود تو سر برای آش نزوی منظر کنه، این ذلت اسمش هسته که چنان قهرساری شدن در وطن که ذلت بیفتاد در مرد و زن. ایرانیان به پایان آمد این جوهر مطالب همچنان باقی. من بسیار سپاسگزارم از آقای سید بهبهانی گرامی که برنامه رو به شایستگی عرض کنم هدایت فنی فرمود و عرض بکنم تن و تن به تنز و دوستان در یوتیوب لایف بفرمایید پیش از اینکه برادران برسن ما لایف بفرمایید و پشتیبانی از تلویزیون میهن رو فراموش نفرمایید. به نظر میاد که بلاز بیننده در وضعیت عرض کنم که خوبی قرار داره این تلویزیون و این بیننده ها کجا هستن که به این آگهی هایی که آقای بهبهانی میدهد توجه نمی فرمایدن و هر روی عنایتی داشته باشن و پشتیبانی بکنن و همونطور که گفت دم طرف تنز اسپانسر میپذیرد و اسپانسرشیپ هم دشوار نیست و کافیست که شما یا اسپانسر بسیار اسپانسر از میکنم که کشتی و خوش اخلاق باش و دست بر باز. حالا یه پیلوی از بودم که یقیق ما رو نگیرید بگید آقا ما چون کشتی و خوش اخلاق نیستیم در نسی سپانسر نمیشه. نه این که شما خوشتی با خوش اخلاق هستید یا نه، این تشخیصش با دکتر فدوی در اصحاب سخن فهمود من پیش نهادم که در خون برگردم و بر نگردم از یار، گر دنیا و آخرت بیاری این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمی فروشیم تو سین سیاه خود نگه دار. بازخوردارم از دوستانی که تا این لحظه با ما بودن، برای همگان در هر جا که هستند بهروزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر.